بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض خیر مقدم خدمت حضار محترم، امروز مصدی اوقاتتون میشم برای بیان گزارشی از فعالیت‌های کمیته پزشکی و یه اعلام فراخوانم هست که در آخر جلسه خدمتتون عرض می‌کنم. کمیته پزشکی فرادرمانی بعد از سال‌هایی که پزشکان در این زمینه تجربه داشتن، سال‌های قبل از سال 83، به این نتیجه رسیدیم که باید به صورت سازماندهی شده و منظم فعالیت‌هامون رو شروع بکنیم. از سال 83 کمیته پزشکی آغاز به کار کرد و شروع کارش در آن سال بود. از اقداماتی که کمیته پزشکی انجام داد، در سال 84 کمیته رو تحت عنوان کمیته گذشته نگر ما تشکیل دادیم. کمیته گذشته نگر کارش این بود که در طی سالهای قبل از 84 که بیمارانی که درمان شده بودن و مدارک موجود داشتن، تعداد بیماران که بسیار بیش از این حرفا بود که ما بتونیم جمع آوری بکنیم، متاسفانه مدارک به اندازه کافی در اون زمان موجود نبود، ولی کمیته گذشته نگر با این روی کرد که بتونیم مدارک قبل و بعد از فرادرمانی رو جمع آوری کنیم تشکیل شد. از حدود 2000 بیمار، حدود 2000 نفر مراجعه کننده در طی یک سال به کمیته داشتن که از این 2000 نفر تعداد زیادشون آزمایش مجدد شدن، معاینه مجدد، آزمایش‌های قبل و بعد ازشون گرفته شد و از این میون 150 تا پرونده به صورت تقریبا ناکامل و 45 پرونده به صورت کامل از اونها تایید شد. بعد از اون به دلیل احساس نیازی که بر این میشد که ما باید کارهای پزشکیمون رو به صورت کلاسیک و مدون و آکادمیک در بیاریم، کمیته تحت عنوان کمیته تحقیقات پزشکی رو تشکیل دادیم. کمیته تحقیقات پزشکی کارش تهیه پروپوزال هایی بود در زمینه بیمارانی که تاثیر فرادرمانی رو بر روی خودشون دیده بودن. با این روی کرد حدود 15 پروپوزال را کمیته پزشکی تهیه کرد، از جمله تاثیر فرادرمانی بر میگرن، تاثیر فرادرمانی بر آسم که الان در حال اجراست، تاثیر فرادرمانی بر بیمار درد پس از جراحی که الان در حال اجراست و نتایج خیلی خوبی داشته. تقریبا حدود 10% بیمارانی که از مسکن استفاده می‌کردن 10% شاید 90% دیگه نیاز به مسکن ندارن. تعداد مراجعاتی که بعد از عمل جراحی بوده بسیار کم شده، طول مدت بستری بودن در بیمارستان کم شده و نکات مثبت دیگه‌ای که انشالله در پایان طرح ارائه خواهد شد. کمکاری تیروئید، دیابت، سر، مسائل، یعنی حدود 15 پروپوزال در اونجا در اون سال تهیه شد که به منظور مستندسازی و آکادمیک کردن. آخرین پروپوزالی که با همکاری مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری از اواسط سال 87 ما آغاز کردیم و هنوزم ادامه داره و تقریبا مراحل پایانیش داره میگذرونه، با توجه به دیدگاه‌های استاد مبنی بر این که کمیته پزشکی از روی بیمارانی کار کنه که طب کلاسیک تقریبا از درمان اونها به طور کامل عاجز هست. برونشیتیتی و فیبروزری از همون بیماری‌هایی بود که ما فکر کردیم میتونیم خیلی مؤثر باشیم توی روش‌های خودمون ازش و این بیمارانی که اونجا انتخاب کرد در بیمارستان مسیح دانشوری بیماران کاندید ریه هستن که به دلیل بیماری برونشیتیتی و فیبروزری روش کاری که ما اونجا داریم به صورت RCT، یعنی ما تعدادی شاهد را هم که از فرادرمانی استفاده نمی کنن در اون طرح گذاشتیم و تعدادی هم کسایی که دارن با فرادرمانی درمان میشن. تا به حال نتایج بسیار عالی و غیر قابل تصور حتی برای متخصصین و فوق تخصصهای ریه خود اون بیمارستان بوده، اونم هنوز منتشر نشد. علائم، یعنی ساینی که ما میبینیم از بیماران توی تنفس، میزان خلط، احساس بهبودی روحی که بسیاری از اینها به دلیل اینکه کاندید ریه هستن و سال هاست که مبتلا به برونشیتیتی بودن و نارتی ریه داشتن، بسیار عالی بوده. و خب حالا انشاءالله یه بحث مفصلی فکر میکنم یه جلسه خاصی ما فقط برای این طرح عظیممون میخوایم و انشاءالله مراحل پایانیشو داره میگذرونه و به زودی خدمت بزرگان ارائه خواهد شد. از فعالیت‌های دیگه‌ای که در این راستا بود در سال 87 که احتمالا عزیزان همه حضور داشتن، تشکیل به دلیل این دیدگاه استاد که باید فرادرمانی از جهت علمی
و کلاسیک هم بررسی بشه، جز حالا از منظر عرفان و عرفانی که بیان کرده بودن از منظر علم هم بررسی بشه. با این روی کرد در دانشگاه تهران حدود 2500 نفر از شاگردان استاد که شامل پزشکان و غیر پزشکان بودن شرکت کردن و دوره فراپزشکی را به پایان رسوند. فعالیت دیگه کمیته پزشکی با این احساس نیاز که باید مستند میشد فعالیت‌های کمیته و تعداد زیادی پرونده‌ای که ما در دست داشتیم، مجله البته به صورت پراکنده قبلا کیس ریپورت‌های ما چاپ شده بود، ولی ویژه‌نامه‌هایی که ویژه‌نامه شماره 1ش در اسفند ماه خدمت عزیزان داده شد، ویژه‌نامه شماره 2 سر دو ماه تقریبا حدود دو ماه و چند روز هفته بود، دو هفته پیش 8 خرداد ماه آماده شد. این ویژه نامه به صورت کیس ریپورت هست. ویژه نامه اول یه مقداری شاید از لحاظ ساختاری متفاوت با ویژه نامه دومه. ویژه نامه دوم شامل دوتا مصاحبه هم هست که اطفال عزیزان دیدن یا ملاحظه میکنن امروز. یه مقدار ساختار متفاوتی داره. کیس ریپورت ها به این صورته که ما بیماران را، این البته فرمت کیس ریپورت در علوم پزشکی هست، اسمی از بیمار برده نمیشه، فقط علائم و نشانه ها گفته میشه به اضافه درمان ها. تفاوتی که این ویژه نامه شاید با بقیه ویژه نامه های پزشکی داشته باشه اینه که ما اومدیم آزمایش ها رو عیناً توی ویژه نامه گذاشتیم. به این دلیل بوده که قضاوت رو به عهده خود خوانندگان، که خب بیشتر مخاطبین ما پزشکان بودن توی این مجله، توی این دو تا ویژه نامه، که خودشون قضاوت کنن بر اساس نتایج آزمایشاتی که قبل از درمان داشتن و بعد از درمان. و سعی کردیم یه مقداری تنوع داشته باشه. نوع بیان پزشکی صرف نیست، بقیه میتونن استفاده کنن، حتی الامکان سعی کردیم از کمتر از اصطلاحات پزشکی مشکل استفاده بشه، ولی به هر حال مخاطبین ما گروه پزشکان بودن ولی بقیه میتونن استفاده کنن. مصاحبه هم توش هست و انشاءالله سعی خواهیم کرد و انشاءالله با حول قوی الهی در نظر داریم که دو ماه یه بار این ویژه نامه را چاپ بکنیم. از همین جا اعلام میکنم به صورت فراخوان که درمانگرانی که تونستن از فرادرمانی نتیجه بگیرن و بیمارانشون شفا پیدا کنن، اگر مدارکی را که، یعنی ما مدارک قبل و بعد رو حتما نیاز داریم برای چاپ در ویژه نامه، میدونم الماشاءالله تعداد بیمارانی که دوستان عزیز دیدن، ولی برای چاپ در ویژه نامه ما نیاز به مدارک کافیه پاراکلینیک داریم. اگر دوستان عزیز همچین کیس هایی رو دارن، زحمت بکشن و کپی مدارکش رو به دفتر سعادت آباد تحویل بدن که انشالله در مجلات بعدی به نام خودشون چاپ بشه. با توجه به اینکه تعداد زیادی از پزشکان با فرادرمانی آشنا شدن و کلاس ها رو اومدن، دارن به طور پراکنده توی مطب ها به صورت خصوصی در بیمارستان ها دارن کار میکنن و روز به روز هم به تعداد پزشکان علاقمند افزوده شده و در حال حاضر هم کلاسی تحت عنوان فرادرمانی برای پزشکان گذاشتیم. پزشکان و اساتید دانشگاه و هیئت علمی ها که بتونن با فرادرمانی مجهز بشن، یاد بگیرن فرادرمانی و بتونن استفاده بکنن. در کنار اون تعداد زیادی از روان پزشکان و روانشناسان هم از فرادرمانی استفاده دارن میکنن در ویزیت بیمارانشون و نتایج اونها یه نتایج میتونم بگم خارق العاده بوده تو گروه روانشناسی و روز به روزم داره گسترده تر میشه. با همین عنوانی که من خدمتتون عرض کردم و احساس نیازی که باز هم شد به این که روانشناسان نیاز به، یعنی گروه روانشناسی ما با توجه به این که تعداد بیمارانی که دیده بود بسیار موفق بود و خود شما هم حتما رو بیماران روحی و روانی کار کردین و باز هم با این سیاستی که استاد داشتن که باید مسائل علمی زمین روانشناسی هم بیان بشه، با همین روی کرد کلاس های سایمنتولوژی رو تشکیل دادن که مسائل علمی و آکادمیک روانشناسی و سایمنتولوژی فرا روانشناسی ذهن مطرح بشه. در حال حاضر پروپوزال های در دست تهیه‌ای که ما داریم با توجه به تئوری هایی که در فرادرمانی مطرح هست، مرزی به نام ژن ما قائل نیستیم و انشاءالله سعی داریم که روی بیماری های ژنتیکی هم کار بشه، از جمله بیماری هموفیلی، تالاسمی و بیماری های صعب العلاجی مثل ایدز و ضایعات نخایی در دست تهیه هست که به زودی انشاءالله استارت اجراش داده میشه. با عنایت به تجربه های پراکنده ای که همه درمانگران در مورد ترک اعتیاد داشتن،
تقریبا به صورت یک برنامه مفصل. ما میخوایم روی ترک اعتیاد هم با یک کمیته، البته انشاءالله مستقل، منظورم مستقل یعنی کمیته که فقط کارش در این حدود باشه که اینها رو بتونه جمع‌آوری بکنه، شروع به کار بکنه. فراخوان دوم ما کسانی که با بیماران، با کسایی که معتاد به مواد مخدر بودن و از طریق فرادرمانی تونستن نتیجه بگیرن، اگر براشون امکان داره توی پاکت های دربسته که همه چیز محفوظ بمونه، البته شاید یه فرمی رو هم ما بتونیم تهیه کنیم و در اختیارتون بذاریم، ولی اگر بیماری دارن که یا شخص معتادی که از طریق فرادرمانی نتیجه گرفته، اگر مدارک دارن که مدارکم باشه، معمولا معتادان شاید مدارک پزشکی نداشته باشن، شاید عده قلیلیشون مثلا اوپیوم تست یا تست های دیگه ادرار خون داشته باشن، ولی اگر هم ندارن، بیشتر برای ما مصاحبه با بیماران، بیان خودشون، درمانگری که اونها رو درمان کرده و هر چیزی که لازم میدونن اون هم به دفتر سعادت آبا توی پاکت های دربسته تحویل بدن تا انشاءالله گروهی که قراره روی این مسئله کار بکنه از اونم استفاده بکنه. من به صورت خیلی مجمل کارهای کمیته پزشکی رو گفتم، البته اینجا اعلام بکنم که چند تا از استانهای ما کمیته پزشکیش فعال شده. من حالا یکی یکی اسم برم، ولی از جمله تبریز، خوزستان، همدان، اصفهان و چند استان دیگه، شاید انشاءالله پزشکان در همون استانهایی که هستن با کمیته همکاری میکنن و به هر حال به ما لینک هستن و میتونم تبادل نظر بکنیم و بیشتر کاری که ما داریم تجربه هامونه که در اختیار هم دیگه باید قرار بذاریم. همونجور که در هفته پیش توی اون جلسه گفتم، به هر حال ما پزشکان به این نتیجه رسیدیم که فرادرمانی یک علم تجربی و قابل استفاده برای عموم هست و حالا اون تجربه هامون رو میخواییم به معرض دید بقیه بذاریم و انشاءالله معرض دید جهانی. سعی کنین که از حالا به بعد، حالا حتما همینجور بود، از این به بعد بیمارانی که میبینین حتما مستند باشه که ما بتونیم از بیمار از اسنادش استفاده بکنیم. من بخشی از نتایجی که در این سالها از فرادرمانی هممون گرفتیم رو به صورت فهرست بار، فقط به منظور یادآوری و تذکر، از صدها و میتونم بگم بیش از صدها نتایجی که فرادرمانی برای ما در هر زمینه‌ای داشته، ولی خب به صورت فهرست با چند موشه که شاید به طور مستقیم بتونه به پزشکی ارتباط داشته رو خدمتتون عرض می‌کنم. فرادرمانی تونسته یک تجربه عملی باشه برای درک حس حضور، تسکین آلام ذهنی، روانی و جسمی توامن در یک بیماری که اسکن میشه، همه مسائل اون درخت وجودی که استاد فرمودن و اون نرم افزارهایی که بیماری درش باعث بروز بیماری و علائم ظاهری شده، همه را به یک بار پاسخ میده. درک واحد، درک فردی از تن واحده که هممون تجربه داشتیم توی این سالها. درک لا مؤثرن فی الوجود لله به صورت تجربه فردی. یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که فرادرمانی در برخورد با بیماران داشته، زمینه ایجاد رشد و کمال برای بیمار بوده. توی طب کلاسیک بیمار بعد از اینکه درمان شد و رفت، دیگه کاری با بیمار ندارن پزشکان، دنبال بیمار دیگه نمیرن، ولی توی فرادرمانی این اولین قدم تازه. ما همیشه بیمارا میگیم که جسم مرتبه نازله وجود انسانه، با فرادرمانی اینها تازه زمینه ایجاد رشد و کمال و اصلاح بینش براشون ایجاد خواهد شد. و باز هم با تجربه‌ای که خود من و حتما دوستان عزیز داشتن، هیچ گونه عرضه جانبی ما تا به حال مطلقا از فرادرمانی ندیدیم و این بی نظیره. یعنی طب کلاسیک در بالاترین سانترهای دنیا و با آخرین متد هم که کار بکنم، به هر حال از عوارض جانبی مسئول نیستن، چه عوارض دارویی، چه عوارض جراحی های مختلف. ولی در فرادرمانی غیر از اون مسئله برون ریزی که هممون اطلاع داریم با چه مکانیسمی هست، مطلقا عوارض جانبی تا به حال نداشته و این بی نظیر. از نمیدونم حالا اسمشو بذارم کشف یا کشف دیگه، جز این چیز دیگه نیست، کشف ویروس های غیر ارگانیک و میزان شدت تأثیر اونها یا موجودات غیر ارگانیک بر بیماری ها و اینکه تعداد قابل توجهی از بیماران را در بر میگیره این عامل و ما با درمان و اعلام حلقه های لازم در رابطه با موجودات غیر ارگانیک تونستیم نتیجه بگیریم، این را هم از نتایج بی نظیر و بی بدیل فرادرمانی بوده. همونجور که خدمتتون عرض کردم، نشناختن مرز برای بیماری ها که از جمله بیماری های ژنتیکی که انشاءالله به صورت مدون اینها کار خواهد شد، البته قبلا کار شده به صورت تک تک، چه خود استاد چه بقیه درمانگران بیماری های ژنتیکی داشتن که
درمان شدن و به طرف بهبودی نسبی پیش میرن و انشاءالله قصد داریم به صورت آکادمیک این رو هم ارائه بکنیم. از مهمترین و باز هم میتونم بگم بی بدیل ترین مزایایی که فرادرمانی داشته اینکه یک تجربه همگانی، اصلا بستگی به شخص نداره، حتی نباید پزشک باشه، هیچ گونه مرزی رو برای فرادرمانگر شدن اعلام نمیکنه و یک تجربه‌ایه که همگان میتونن ازش استفاده کنن، کاملا پابلیک. در پایان عرایزم اعلام موجودیت کمیته تحقیقات پژوهش، کمیته تحقیقات و پژوهش سایمنتولوژی با مسئولیت آقای دکتر محمدی رو ما اعلام میکنیم از امروز که استارتش انشاءالله زده میشه. کسانی که مایل هستن توی این کمیته همکاری بکنن و تحصیلاتشون در زمینه روانشناسی، روانپزشکی، مشاوره روانشناسی، مشاوره روانپزشکی، هر کدوم از اینا هست، زحمت بکشن به دفتر توی طول این مدت به دفتر سعادت آباد مراجعه بکنن، ثبت نام بکنن، یه فرمی باید پر بکنن و بتونن انشاءالله به صورت یک جمع منسجم کارهای روانشناسی رو انشاءالله آغاز بکنن. از جمله اقداماتی که کمیته روان تحقیقات سایمنتولوژی قرار انجام بده همین گزارشات تغییر الگوی خوابی که به عزیزان گفت استاد فرمودن هفته گذشته بیارن، اولین بررسیشون روی این موضوع هست که انشاءالله بشه یه مقاله مدون و یک بررسی مدونی روی این مسئله خواب بشه. از دیگر پروپوزال هایی که در این حیطه میشه روش کار کرد، بیماران اسکیزوفرن، بیماران دو قطبی و بستگی به حالا نظر جمع و نظر ریاست محترم خود کمیته سایمنتولوژی داره که میتونین همکاری بکنیم. انشاءالله در جلسه بعدی که دو هفته دیگه خواهد بود، آقای دکتر محمدی قبل از شروع صحبت های استاد قراره که عرایض رو خدمت عزیزان داشته باشه. از اینکه من وقتتون رو گرفتم باز هم عذر میخوام، سعی کردم تو حداقل وقت بیان کنم فعالیت های کمیته را. از استاد خواهش میکنم که تشریف بیارن. این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. در من انسان خودنمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. باز بیم رازی اندر پرده ای، هست در را گویی یا گم کرده ای. هر زمان از یک گریبان سر زند، گه بر این در گاه بر آن در می زند. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که زبان من همی گوید سخن. به نام خدا. عرض سلام خدمت خانمها و آقایان، روز همه دوستان بخیر. در ادامه مباحث گذشتمون، دوستان در خصوص مسائل نرم افزاری وجود بحث‌های رو در جریان قرار گرفتن و در زمینه اصلاح نرم افزاری یک کار اشتراکی رو آغاز کردیم که یک گزارشی بر اساس اون داشته باشیم که این گزارش‌ها در واقع می‌خواد نشون بده که قابلیت اصلاح نرم افزاری و ریست نرم افزاری در واقع چگونه است، که تقریبا هر جلسه یک آزمایشاتی رو به اتفاق خواهیم داشت. فقط خواهشم اینه که دوستان در تهیه گزارشات مربوطه کوتاهی نکنند، که در واقع آمارهای این تجارب میخواد برای ما یه مطالبی رو روشن کنه، مخصوصا کمیته سایمنتولوژیمون که در واقع میخوان بررسی هایی رو انجام بدن در این زمینه، میتونه کمک این دوستانمون هم باشه. آزمایش برای این منوال بود که دوستان ببینن چه تغییراتی در خواب اونها ایجاد میشه. این تغییرات هر تغییری میتونه باشه، یعنی با روال گذشته یک باره چه اختلافی پیش میاد، تغییرات مثبت، منفی، هر چی که هست. خب دوستانی که تغییرات رو مشاهده کردن یا به هر حال باش برخورد کردن دستشون بلند کنن. خب
این خیلی ممنون، متشکرم، دستتون درد نکنه، واقعا عالی. پس ما یه نتیجه میگیریم، اگر بشه در خواب دست برد، خب خیلی تئوریا هم از نظر تعریف خواب در واقع به هم میخوره و تئوریای جدیدی مطرح میشه که این کارو داریم انجام میدیم، و همینی که متوجه میشیم که پس ما میتونیم اصلاحات نرم افزاری داشته باشیم، حالا روی خواب یا روی هر مسئله دیگه ای. فرضاً امروز روی بحث اعتیاد با هم دیگه یک تجربه رو خواهیم داشت و همه در اون مشارکت خواهیم داشت. بله، البته با تعریفی که میکنیم از اعتیاد اون موقع متوجه میشین که همه میتونین شرکت بکنیم توش. مورد سوالی بوده، با این شروع میکنم که بعد بریم ادامه بحثای گذشته رو. بعضی از دوستان میخوام بدونن اون مطالبی رو که تعریف کردیم جایگاهش در حلقه جهان دو قطبی چگونه است، و خیلی ها سوال کردن و خیلی ها دوچار یه مشکل فکری هستن که وقتی میگیم اکوسیستم از کجا آغاز شده، اکوسیستمی که ما میشناسیم نقطه شروعش کجاست. توجه فرمودید دوستان، دقیقا میدونن که ما راجع به یک حلقه بسیار طولانی صحبت کردیم. تمام مسائلی رو که ما میشناسیم تحت عنوان اکوسیستم و ماجرای بیگ بنگ و ماجراهای دیگری که در این خصوص باش آشنا هستیم، همه اونها در یک نقطه بسیار کوچیکی که تقریبا میشه گفت بزرگ شده اتفاق میفته. یعنی ما قبل این و ما بعد این اکوسیستم کاری نیست، و اکوسیستم بگون در مراحل قبل و بعد به گونه های دیگری ظاهر میشه. توجه فرمودین؟ یعنی اون چیزی رو که ما میشناسیم فقط برای جهان دو قطبی، بخشی که ما میشناسیم که اینجا جسمیتی داریم و یک همچین شرایطی رو از اون برخوردار هستیم. اگر از این شرایط خارج بشیم اکوسیستم مفهوم دیگری پیدا خواهد کرد، یعنی اگر از این جسم جدا بشیم اکوسیستم دیگری در انتظار ماست. درست شد یا نه؟ پس این جواب سوال اون دوستانی که خیلی درگیر شده بودن که تصور میکردن اکوسیستم از اینجا شروع میشه. البته اکوسیستم به نوعی در ابتدا طراحی شده، ولی در هر مرحله به یک گونه ای تجلی پیدا میکنه، و اون چی رو که گفتیم در شرایط فعلی ما صادقه، و اون هم تقریبا یک همچین جایگاهی داره، و در این جایگاه محصولش انسانه، و انسان هم که با اون تعریفایی که خدمت دوستان به اصطلاح عرضه شد که حالا قراره در واقع قراره یک لینکی، یک لوپی بین مبدأ و همه اینها باشه که این لوپ رو شما آشنا هستید و اون پیوند اشتراک رو که توضیح دادیم، حلقه های رو که توضیح دادیم، بعدا متوجه میشیم که مفاهیم خاصی داره و باید این لوپ در واقع انجام، این لوپ برقرار باشه تا یک اتفاقاتی که منتظرش هستیم بیفته. ما بایستمون به بحث شخصیت اولیه در جلسه گذشته منجر شد، و در اونجا متوجه شدیم که ما یک شخصیت اولیه رو باهاش سر و کار داریم. شخصیت اولیه رو، مبدأش رو ما زمان تولد در نظر گرفتیم، یعنی زمانی که یک نوزاد به دنیا میاد. این مبدأ البته میتونه زمانی باشه که نطفه منعقد میشه،
ولی به عللی که به تدریج اون رو مطرح میکنیم و متوجه میشیم، به عللی ما مبنا رو زمان تولد در نظر گرفتیم. چون خیلی از این مسائل، مثلا فرض کنیم که اگر اکتساب باشه، ژن هم اکتساب داره. اگر بحث اکتساب باشه، تمام این قسمت ها دوران بارداری هم دوباره اکتسابه و بنیاد هم اکتسابه و بخش های دیگه هر کدوم به یه صورتی غیر از چند تا نرم افزار بقیهشون در طول مسیر تجهیز شده. و اگر بخوایم بگیم اون چیزهایی که کسب شده در واقع غیر از یک مادربرد اصلی، بقیه همه در طول مسیر به گونه‌ای تجهیز شدن. حالا این مسیر رو دیگه داریم راجع به حلقه کلی صحبت بکنیم. بنابراین ما مبدأ رو طبق این قراری که الان با هم میگذاریم، مبدأ رو زمان تولد در نظر میگیریم و از اون به بعد من برنامه ریزی شده دیگه بخشی است که توسط عوامل بیرونی بعد از تولد روی اون کار میشه و برنامه ریزی میشه. در مورد من برنامه ریزی شده، چون میخوام یواش یواش در واقع توضیحاتش رو اضافه بکنیم بیاریم که به یک باره گیج کننده نباشه، دوباره زمانی که من برنامه ریزی شده موقع تولد میاد، یک سری برنامه ها در واقع غیر فعال هستن. مثل من دادستان، من مدافع. من مدافع رو که آشنا هستید و واکنش دفاع روانی، مادر دومه، نمیدونم با تعریفایی باش آشنا هستید. برنامهش موجوده ولی اکتیو نیست، فعال نیست و بعدا در محیط فعال میشه. البته از این برنامه ها زیاد داریم که موقع تولد اکتیو نیست ولی وجود داره. یا مثلا در مورد من دادستان، دادگاه ویژه، و اگه خاطرتون باشه مکانیزم بیماری های روانتنی، ما یک سیستم خودپاداشتهی در اینجا داریم و سیستم خودپاداشتهی و خودجزادهی در واقع همونطور که در دوره های قبلی گذروندید، در قبال ایجاد انرژی پتانسیل منفی ما رو به دادگاه ویژه معرفی میکنه و محکوم به بیماری و مسائل دیگه میکنه و محکومیت برای ما در اینجا صادر میشه. بنابراین با شناخت بخش هایی ما جلوی خیلی از صدور حکم ها رو میتونیم بگیریم اصلا، یعنی با یک سری اشراف هایی که قرار پیدا بکنیم خیلی از مسائل دادگاه ویژه که درصد قابل توجهی از بیماری ها رو تشکیل میده در اینجا میشه جلوش گرفته بشه. و همچنین تو این بخش هم که دیگه شناخت اونها خیلی از ضایعاتی رو که معمولا به بار میاره میتونه جلوگیری بکنه. در خصوص من برنامه ریزی شده با یه توضیح در خصوص نهاد شروع بکنم که تجربه امروزمون مربوط به این بخش میشه و توضیحی که یکی یکی راجع به توضیح های اساسی راجع به نهاد، بنیاد، ژن و اینها رو واردش خواهیم شد که اون بهره برداری های لازم رو ازش داشته باشیم. در خصوص نهاد، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید دو بخش خودش داره. یک نرم افزار عملکرد فانکشن و یکی از نرم افزارهای غریزه است که اصل پاسخگویی به نیازهای حیاتی رو در اون دنبال میشه. نرم افزار فانکشنال و عملکردی در واقع از یک سری اصول ثابت تبعیت میکنه. از نظر ما این اصول ثابت چند تاش رو اینجا با هم
بررسی میکنیم. اصل حصول نتیجه در کوتاه‌ترین زمان، یکی از برنامه‌هایی که روی ما هست اینه که ما مایلیم که حصول نتیجه داشته باشیم در کوتاه‌ترین زمان، یعنی اصل عجله. خب این در واقع همه عجول اومدیم، یه اصل در ما، هیچ کس نیست که مایل نباشه زود کارش انجام میشه، ولی بعداً از یک فیلترهای عبور میکنه، مخصوصاً با توجه به بنیاد افراد. همین برنامه ها از بنیاد عبور میکنه. خب و حالا با توضیحات اونجا متوجه میشین منظورم چیه. بعد از بنیاد که عبور میکنه شدت و ضعف پیدا میکنه، ولی اصل حاکم بر هم است. اصل تمایل به صرف حداقل انرژی، یکی از اصول حاکم بر ما اینه که تا حد امکان کارو ساده کنیم. یعنی اگه اینو نداشتیم شاید خیلی از امکاناتی رو که ایجاد میکنیم رو نداشتیم. مایلیم که همه چیز رو بر طوری ساده ترش بکنیم که حداقل انرژی رو براش صرف بکنیم. همین هم باعث شده شاید مثلا بیایم چرخ رو اختراع کنیم، بیایم نمیدونم گاری اختراع کنیم، چیزهای دیگه بسازیم که کار ما رو از نظر صرف انرژی ساده تر بکنه. یعنی نرم افزاری در ما این ماجرا رو از نظر محرک درونی داشته چیکار میکرده؟ مرتب به ما فشار میابرده. اصل تمایل به ساده ترین انرژی، سیستم ما طوریست که ابتدا به سراغ ساده ترین انرژی میده. یعنی اگه ما قند بخوریم با نمیدونم یه غذا دیگه بخوریم کدوم زودتر؟ اونه که ساده تره، همیشه اونه که ساده تره سریع جذب میشه. و در همین رابطه انرژی ساده تر، خب یکی از مواردی است که قبلا هم اشاره داشتیم در بحث اعتیاد، این دو تا اصل یک سلول ازش تبعیت میکنه. و به محض اینکه با انرژی ساده ای برخورد بکنه، بسیار سریع با اون به اصطلاح آداپته میشه و دیگه از پذیرش انرژی پیچیده تر و مشکل تر سر باز میزنه و اگر ما بهش فشار بیاریم یا بهش نرسونیم اتصاب میکنه سلول. اما غیر از بحث سلول، تو بحث نرم افزاری هم مورد که صرف حداقل انرژی، این اصلا به طور کلی نه تنها برای سلول، بازم برای همه بخش ها صادقه. و اگر که ما مسافت هایی که طی میکنیم که الان همینطوری هست با خودرو باشه، به معنی اینکه یک روز خودرو نداشته باشیم دیگه نمیتونیم راه بریم. اگر با آسانسور بالا و پایین میریم، اگه یک روز آسانسور خراب باشه دیگه نمیتونیم بریم، در حالی که قبلا به راحتی این کار رو میکردیم. نسل های گذشته روزی 10 کیلومتر لااقل پیاده روی داشتن، ولی الان این نسل نمیتونه یک ایستگاه رو، یعنی سخته، خیلی بهش فشار میاد. نمیدونم در رو باید درباز کن، اگه یه روز درباز کن خراب باشه خب خیلی حالگیریه تا بخواد بیاد پایین، یعنی خیلی سخته. در حالی قبلا این کارها جز کارهایی بوده که بسیار عادی بوده. بنابراین طبق این دوتا اصل به یک مطلبی برمیخوریم که ما اون رو تحت عنوان اعتیاد میشناسیم یا عادت میشناسیم. ولی کن وقتی گفته میشه اعتیاد، ما صرفا یک بحث خاصی مد نظرمون میاد، اونم اعتیاد در مورد چیزهایی که به مصرف مواد منجر میشه که به هر حال برای به اصطلاح که همون عامل انرژی بخش و عامل شیمیایی و چیزایی رو در خودش داره.
ولی عام بحث اعتیاد بحث گسترده است. شاید تقریبا بتونیم بگیم کسی نیست که به یک مسئله اعتیاد نداشته باشه یا در یک عادتی نباشه. حالا این عادت میتونه به خواب بعد از غذای ظهر باشه، خواب سر یه زمان خاص باشه، عادت سر نمیدونم شما حسابشو بکنید به ادامه بدیم برین جلو میبینید که بی نهایت مورد و کیس ما برای عادت و اعتیاد داریم. فقط اون بخشی که با مصرف موادی سر و کار هست موزلات بیشتری رو ایجاد میکنه که حالا مد نظر ما یا مد نظر کلی جوامع قرار میگیره، وگرنه اعتیادها خودشون بستگی به نوعشون سیستم های ما رو تحت شعاع خودش قرار میده و در خیلی از مواقع که میتونه ایجاد سیکلای اطلاعات معیوب بکنه مثل ویروس کامپیوتری و این ویروس مرتب روی ما کار بکنه. و خب حالا از زمانی که انسان خودش رو شناخته در مکتب‌های متعالی برای ترک عادت و ترک اعتیاد شگفت‌ها و روش‌هایی دنبال شده و همونطور که حالا صحبت شده در کلاس‌های خودتون مثلا فصل بحث روزه از عهد عتیق یکی از این عوامل بوده که بیاد اون چرخه‌ها رو به هم بریزه. یکی از آزمایشاتی که می‌خوایم با هم انجام بدیم و خیلی برای اون حائز اهمیته چون به زودی ما قرار کار روی معتادین رو آغاز بکنیم، آموزش ترک اعتیاد و در قالب خیریه و اینها دنبال بکنیم. همین آزمایشی است که ما می‌خواهیم اثر به اصطلاح اصلاح نرم افزاری رو روی بخش‌های مربوطه ایجاد بکنیم. خب و برنامه‌های رو ریسیت کنیم، یعنی از نو برنامه‌های رو اونجا جاسازی بکنیم، برنامه‌های رو پاک بکنیم، برنامه‌های رو بدیم. خب این اساس سایمنتولوژی هست و فرادرمانی هم بالا در چارچوب خودش همینطوره. بنابراین همون ساعت‌ها رو که هفته قبل داشتین همون ساعت‌ها رو ادامه میدیم، منتها این بار به منزله اینی که در معرض ارتباط قرار داشته باشیم تا روی سیستم های نرم افزاری ما کار بشه. یک نکته ای که هست شناخت خودمون هست. شاید خیلی ها به خوبی عادت های خودشون رو بدونن، شاید یه عادت هایی هست اونقدر در زمینه ما دیگه حل شده که ما خودمون به اونها اشراف نداشته باشیم یا حتی مطلع نباشیم، ولی یک بررسی روی این موضوع انجام خواهیم داد. هر کس روی خودش ببینه کجاها در واقع این نرم افزارها غالباً این نرم افزارها درسته، باید اینطور بود، اگر اینجور نبود اصلا ما به اینجاها نمیرسیدیم. اما فراموش نکنید که ما من برنامه پذیر هم داریم، قراره که من برنامه پذیر مدیریت بکنه. ما خیلی برنامه ها داریم، اگه بخوایم همه برنامه ها رو اعلام کنیم اصلا سرگیجه میگیریم. ولی کن مختصرا میریم با این نرم افزارها آشنا میشیم و در حاشیه اون به این مطلب میرسیم که من برنامه پذیر قرار بوده چیکار بکنه، قرار بوده چه کاری صورت بگیره که در واقع همون مدیریت بخش برنامه ریزی شده است تا از اون به بهترین وجهی استفاده بکنه. همینا که اینجا به این صورت هست در بخش من برنامه پذیر میگه که بحث زرنگ تعلق غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. پس می یه برنامه اونجا داده و اون برنامه کاملا
طبق حکمت و طبق نقشه و طبق اصولی است. اگر غیر ازی بود اصلا نمیشود. ولی این بر قضیه هم ما هم بهترین وضعیت رو ایجاد میکنیم که بتونیم با مدیریت درست اون نقطه نظرهایی رو که همون بحث ایجاد تعالی و کمال هست رو بهش برسیم. بنابراین گزارش بعدی ما، حالا من امیدوارم این گزارش قبلی دوستان همونطوری گفتیم روی کاغذهای آچهار سفیدی آماده کرده باشم. البته چند تا رو دیدم نه، هنوز گزارشات هم روی کاغذهای مختلفیه، چون در واقع دوستان پژوهشگرمون میخوان اینا رو فایل کنن، روش کار کنن و بررسی بکنن، باید این شکل منظمی داشته باشه. من خواهش میکنم که در خصوص گزارش ها این محبت رو دوستان داشته باشن، حالا کسی هم که بتونم تایپ کنن که دیگه خیلی بهتره. و بعد هم گروه پژوهشگری سایمنتولوژی که خدمتون اعلام شد در قبال مسائل تحقیقاتی ممکنه که پرسشنامه هایی رو هم خدمت دوستان بدن که برحال خواهش میکنیم اون همکاری لازم رو داشته باشن. خب در این خصوص بعد از این که ما شناختیم نقاط ضعف خودمون رو، یعنی اونهایی که به صورت عادت در اومده اونها رو به اصطلاح، حالا اگر مواردش رو دوستان نخواستن اشاره بکنن اشکالی نداره، ولی بگم خدمتون کسی نیست که از این ماجرا به دور باشه. یعنی یک مسئله است که هممون درگیرش هستیم و هیچ عیبی برای کسی نیست، خصوصا ماها که میخواییم تلاشی بکنیم و اصلاحی داشته باشیم. بنابراین هممونم که خوشبختانه روحیه محقق و پژوهشگری رو داریم و خوشبختانه در این خصوص روشن هستیم، بنابراین مواردی رو که نخواستیم اشاره بکنیم صرفا به صورت مبهمی به صورت مجهول میتونیم بگیم که بله، حالا به این صورت روی یک عادتی اعتیادی اثر گذاشته شده و نتیجه این قضیه بسیار حائز اهمیت برای کاری که قراره انشالله در زمینه ترک اعتیاد در یک سطح وسیع به امید خدا در آینده نزدیک انجام میشه. خب از این مسئله که بگذاریم، البته همینا اگه بخواد توضیح بریم بیشتر توضیح بدیم که خب هر کدوم از اینها دستمایه یک کتابه و دستمایه یک بحث‌های بسیار گسترده‌ایه که چرا، چگونه و همه اینها. منتها میخوایم که با حداقل توضیح و صرف حداقل وقت اشارات لازم رو به موارد خاص داشته باشیم. اصل عطف به خود، اصل انحصار طلبی، یک نوزاد انحصار طلب به دنیا میاد، از همون بعد به تولد که به دنیا میاد خودشیفته و انحصار طلب به دنیا میاد و همه چیز رو برای خودش میخواد و همه چیز رو به خاطر خودش میخواد، حتی اگر مادرش رو میخواد به خاطر نیازهای خودشه. پس یک اصل عامیست، لذا همه انسانها همه چیز رو فقط برای خودشون میخوان. این برنامه است که در نرم افزار وجود داره و قراره که بعدها تغییر بکنه، یعنی تغییر کنه با همون مدیریتی که توضیح دادم خدمتون، تغییرات مثبتی پیش بیاد. یعنی اینطور خودشیفته به دنیا میاییم، از یه در وارد میشیم خودشیفته و انحصار طلب، قرار از در دیگه یه جور دیگه خارج بشیم. خود طبیعیه که اگر کاری صورت نگیره در این فاصله، همونطور که به دنیا اومدیم همونجور هم از دنیا میریم. انحصار طلب به دنیا اومدیم، انحصار طلب هم از دنیا میریم. اصل منفعت طلبی، دوباره آنچه رو که دنبال میکنیم در جهت منافع ما باید باشه و این حاکمه. و ستایش طلبی، اینا رو البته در دوره‌های مختلف بازم برخورد کردیم، اون چیزی رو که با خودمون به دنیا میاییم محتاج ستایش، محتاج تقدیر و سپاس و اینها هستیم. اون انرژی نوع چند بود؟ بارک الله یادتون هستن.
خب انرژی نوع دو گفتیم که همه انسان‌ها نیازمند این انرژی به دنیا میان و شما می‌بینید که همه بچه‌ها به جلب توجه نیاز دارن، یعنی به نظر میاد که جزء نیاز روانیشونه. شاید وقتی گفته میشه نیاز روانی یعنی منظور اینه که حقشونه، یعنی اصلا باید بدی و بعدم خب این نیاز همجوری باقی میمونه. تا کجا ادامه باید پیدا بکنه خودش بحثیه. بنابراین اینها اصول ثابتی است که روی ما سوار شده و فانکشنال عمل کرده ما رو داره تعیین میکنه. اصل تمایل به لذت، اصل تمایل به لذت باز عمومی عام هست، اصل دوری از رنج و اصل سیری ناپذیری، یکی از مهمترین اصلهایی که بر ما حاکمه. زمین را گر شوی صاحب طمع بر آسمان داری. خب این یک اصله، یعنی کسی نیست که به اصطلاح نخواد که بلا انقطاع تا ابدیت داشته باشه داشته باشه داشته باشه داشته باشه. همینطوری ما میخوایم الا بی‌نهایت میخوایم. و خب هر کدوم از اینها نرم افزارهایی است که در انگیزش ما، در ایجاد انگیزه های درونی، موتور درونی، موتور محرک درونی نقش داشته. یه سرش مثبته، یه سرش منفیه، یک سر دیگرش همونطور که تو تجاربمون، تجارب زندگیمون متوجه میشیم، این پاسخگویی به این معادل است با از دست دادن آرامش، معادل است با هیجان بیش از حد کاذب و منفی، معادل است با از دست دادن سلامتی. شما تا یه جه توان داریم و این سیری ناپذیری امکان اینه که ما بهش پاسخ بدیم نداره، نه نیست. اگر که تحت یک مدیریت قرار نگیره از یه حدی به بعدش برای ما شدیداً مشکل ساز میشه. ولی میبایستی بود، اگر نبود ما اولین چیزی که به دست میابردیم بستمون بود. بفهمید؟ بله، من سوالشون رو تکرار میکنم که انسان گذشته نیازی به عجله نداشته و نیازی به خیلی غذایا نبوده، ولی کن حالا میرسیم به توضیحاتی که اگر برنامه‌ای در ما کار گذاشته نشده باشه محال ممکنه که اون اکتیو بشه. یعنی شما اگر در یک گوشی تلفنتون امکانه عکس برداری نباشه میتونید عکس بگیرید؟ اگر در نمیدونم گوشی شما رکوردر رو از قبل پیش بینی نکرده باشن شما میتونید صدا ضبط کنید؟ شما میتونید چیزی رو در واقع بیارید که قبلا برنامهش ریخته نشده باشه؟ ما انسان نخستین هم این برنامه ها رو داشته. خب به مرور اینها اکتیو فعال شده. همین الان این نسل میتونه در یک هرس بسیار شدیدی قرار بگیره، نسل بعدی توی هرس کمتر و سیری ناپذیری میزانش کمتر باشه، میتونه بالا میتونه پایین قرار بگیره. و این نرم افزارها این یک اصل برای ما، اصلی که باش برخورد میکنیم، چه تو ژن چه توی حالا اینجا. به طور کلی امکان ندارد برنامه نرم افزاری طراحی نشده باشه شما بتونید اونو بیاید خودتون به منصب ظهور برسونیدش. یعنی میرسیم به تعریف قابلیت، به تعریف استعداد میرسیم. شما میبینید که اگر استعدادی چیزی برنامه ریزی نشده باشه در ما چطوری میتونیم بیایم اونو استفاده بکنیم؟ مثلا استعداد درک موسیقی، بشر مثلا اولیه نمیدونسته موسیقی چیه،
درست شد یا نه؟ آیا اینو ما به وجود آوردیم یا نه برنامهش بوده بعداً به تدریج اکتیف شده؟ کدوم یکی؟ بله برنامه بوده. این برنامه در ما هست، در یک حیوانی، در یک حیوان ممکنه در خیلی از برنامه‌ای که ما داریم در اونها به این صورت نباشه، هیچ موقع هم همچین چیزی در اونها اکتیف نمیشه. درست شد؟ پس یک اصل مهم اینه که باید در خصوص یک استعدادی، یک قابلیتی، یک توانمندی برنامه‌ای باشه تا بعداً بتونه اکتیو بشه یا پسیو باقی بمونه، غیر فعال باقی بمونه. امکان ما رو طراحی کردن برای سیری ناپذیری، برای عجله، برای لذت، برای همه چیز ما طراحی شدیم. خب مثل یک ماشین میمونه که طراحی شده برای 250 کیلومتر سرعت، یه ماشین طراحی شده برای 120 کیلومتر و یه ماشین برای کوهستان و غیره، یه ماشین برای فقط پیست مسابقه. درست شد؟ یعنی طراحی شده. اگر این ماشینی که طراحی شده برای پیست مسابقه ببرنش تو کوهستان، بخاطر اونجا 2 متر نمیتونه راه بره، ارتفاعش خیلی پایینه، سنگ و کلوغ و 2 متر هم نمیتونه راه بره. بنابراین باید برای یک سیستمی، برای یک سازمانی طراحی‌های شده باشه که ما بتونیم از اون چیزی دریافت کنیم. اگر نشده باشه نمیتونیم بگیریم. خب بر حسب نیاز، بر حسب مسائل مختلف در طول تاریخ اینها در ما بوده. فرد نمیدونم از هابیل و قابیل، از زمان هابیل و قابیل شما میتونید نشانهایی پیدا بکنید که هر کدوم از این مسائل انحصار طلبی غیره غیره غیره، حالا اون که در داستانها و در بخشهای مختلفی ثبت و ضبط شده یا گفته میشه، این مسئله رو انسان از عهد عتیق، از هزاران سال قبل داشته. بحث سیری ناپذیری، بحث عجله، بحث منتهای مراتب. خب همینطور که میایم جلوتر مسائل فرق میکنه. ما دسترسیمون به استعدادها و استعدادها عمدتاً میرسیم به تعریفش بالقوه است، بالفعل نیست. میتونه استعدادی باشه بالفعل نشه، هرگز نشه. خیلی مواقع مثلا در مورد دانش آموز میگین که این استعداد داره ولی خب کار نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر کار بکنه میتونه استعدادشو به قابلیت تبدیل بکنه. قابلیت استعداد بالفعله. زمانی که به بالفعل در میاد دیگه میگیم این قابلیت رو داره، این گوشی همراه این قابلیت رو داره، این فرد این قابلیت رو داره. قابلیت رو داره یعنی دیگه میتونیم که برای استعداد داره. حالا باید بیاد ببینیم که این زمین استعداد کشت و زرع داره، ولی حالا باید بیاییم توش کار بکنیم. بنابراین ما بی نهایت استعداد داریم. شخصیت مجموعه همه استعداد هاست. یعنی شخصیت، وقتی اون شخصیت رو تعریف کردیم گفتیم کار اکوسیستم چی بود؟ طراحی شخصیت بود. و اینه که این شخصیت رو بیاد و به اصطلاح فعالش کنه. حالا یک شخصیت در خودش بی نهایت استعداد داره، ولی دلیلی نداره که همین استعدادها فعال باشه. و ما از روز اول استعدادها رو بیان تو بحث ژن هم میبینیم همینطوریه. ژن بر رفتار تأثیر گذاشته یا رفتار بر ژن؟ اول ژن بوده یا اول رفتار بوده؟ دیدین از اون سوالای سرکاری بود. خب اگه ژن برنامه‌اش بود از رفتار بگیره، اول ژن بوده یا اول رفتار بوده؟ اول ما بایگانی داریم، خب بعد ارباب رجوع، یا اول ارباب رجوع داریم بعد بایگانی داریم؟ اگر ارباب رجوع نداشت باشین بایگانی شما تشکیل نمیشه که، بایگانی دارید خالیه.
میدونید هر پرونده‌ای رو کجا باید بذارید، ولی بایگان شما خالیه. بنابراین اونجا تو بحث ژن که بیان، ژن در روز اول چطوری بوده؟ یه بایگانی خالی بوده. خب حالا اول رفتار بوده یا اول ژن بوده؟ خب پس بایستی ژن برنامه ریزی می شده ولی بلانک و خالیش موجود بوده، موجود هست. و میرسیم سر حالا اون جایی که اومد که چگونه برنامه میگیره، چجوری برنامه میده. حالا خب ژن برنامه میده یا برنامه میگیره یا هر دو؟ هم برنامه میده هم برنامه میگیره. خب پس ما یک سیستمی هستیم که اصولی بر ما حاکمه. این اصول زیاده، فقط در واقع این بحث ها ما رو به این نتیجه میرسونه که ما یک ماشینی هستیم که یه قابلیت هایی داره، یه استعدادی داره، توانایی هایی داره. تا دست کی بیفته؟ گوشی همراه شما استعداد و امکانات زیادی داره، تا دست کی بیفته؟ خیلی مواقع ما میریم یه گوشی بسیار گرون قیمتی میخریم ولی از 10% امکانش نمیتونیم استفاده بکنیم، یا به کارمون نمیخوره یا نمیریم داخلش بشناسیمش، یا در حدی پیچیده است که میگیم ما ولش کنیم، ما همین شماره رو باش بگیریم کافیه. خب میتونستیم بریم یه تلفن، یک گوشی خیلی ارزون قیمتی بخریم. خب خیلی سیستم ها همینطوره، خیلی دستگاه ها امکانات رو ما خریداری میکنیم ولی از چند درصد قابلیت هاش بیشتر نمیتونیم استفاده بکنیم. در مورد خودمون چطوری؟ در مورد خودمون دوباره به همین صورته، ما امکانات، قابلیت ها، به اصطلاح ظرفیت های زیادی رو داریم، یکی نمیشناسیم. دوباره برمیگردیم که چرا گفتن خودشناسی. در بحث خودشناسی همین که وارد بشیم عظمت وجودیمون رو ببینیم، همونجا زانو میزنیم، همونجا دیگه نیاز به هیچ چیزی نداره، همونجاست که در مقابل مهندسی خلقت زانو میزنیم. ولی وقتی نمیشناسیم در واقع خیلی ساده با خودمون میگیم خب داریم میریم دیگه، داریم میام دیگه، خب میخوابیم دیگه، بلند میشیم دیگه، زندگی میکنیم دیگه، یعنی خیلی ساده است. ولی پشت این میریم و میایم چه مسائل عجیب غریب و پیچیده‌ای در به اصطلاح کار تا تو نانی به کفاری و بله. خب بنابراین در واقع نزدیک شدن به این ماجراها و اون شناخت نشون میده که هر جایی کدوم بخش از وجود ما، یعنی خودمون، اشراب پیدا میکنیم، حد در هر کجا کدوم یکی از این نرم افزار هاست که الان اکتیوه و ما چه باید بکنیم، چه کار باید بکنیم و چگونه باید باش برحال درگیر بشیم و هندلش کنیم و مدیریتش بکنیم. از برنامه دیگه ای که نرم افزار اصلی، مادربرد اصلی هست که معروفه و همه دوستان میدونن به نام فطرت، برنامه های اصلی در اینجا پیاده شده. از جمله دو تا برنامه خیلی مهمش که ذهن همه ماها رو، یعنی ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده، میل به مثبت، میل به منفی است. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیشتن جست، و اینی که بیرون از ما نیست. این برنامه هاشه، خودمونیم، این ورش خودمونیم، اون ورش خودمونیم، و در واقع این دوتا نرم افزار هست که میل به مثبت، میل به منفی، من کمالجو، من ضد کمال، یکیش من کمالجو، یکیش من ضد کماله، میل به مثبت، میل به منفی، و خلاصه این دوتا خیلی سرنوشت سازه. تمام مسائل ما، تمام ارزش وجودی ما به این دوتا نرم افزاره. اگه این دوتا رو نداشتیم ما هم مثل این دنیای وحش و این اکوسیستم غیر خودمون داشتیم، برای مشغول یه جای قرار داشتیم و اصلا از وجود خودمون با خبر نبودیم. مکانیزمی که در واقع ما داریم و سایر بخش‌ها از اون برخوردار نیستن،
اصل آگاهی از خوده. تنها موجودی که میدونه هستش از خودش آگاهه، ماییم. و همین ماجراست که در واقع بحثی به نام کمال و ضد کمال و سایر انگیزه ها در واقع معنا و مفهوم پیدا کرده. خب دونستن این مسئله و اشراف به اون خیلی قضایا رو میتونه حل بکنه، یا خیلی از تضادها و درگیری های ذهنی رو که بشر باش دست به گریبان، ما باش دست به گریبان هستیم، شاید حل بکنه. برای اینکه مسئله ضد کمال یک مسئله است که ما رو نمیخوام زیاد واردش بشم، برای ما یک مقدار افکار توهم‌آمیزی رو ایجاد میکنه. ما خیلی تقصیرامون رو میندازیم گردن بیرون، خیلی چیزا اون مسائلمون رو مثلا میگیم شیطان منو گولم زد. خب یعنی یک عامل بیرونی رو داریم مد نظر قرار میدیم، میگیم شبکه منفی اینجوری کرد، شبکه منفی اونجوری کرد، ولی عوامل اون بخشایی که داریم صحبتشو میکنیم همه اون عوامل در ماست. حالا مثلا ما ممکنه به آسمان هم اشاره بکنیم، بگیم که برای شبکه مثبت، شبکه منفی یا بخشای دیگه، ولی نماینده های این بخش ها و در واقع یا عوامل اجراییش همینجاست، همینجاست. یعنی ما باید هر کاری داریم باید با خودمون کار داشته باشیم و شناخت این مسائل باز کمک میکنه که ما بهتر بتونیم یه برنامه‌ریزی هایی رو که مد نظرمون هست دنبال بهتر دنبال بکنیم. خب محصل همه این قضایا در یک پدیده استثنایی خب به نام اختیار هست که به مادر برد اصلی مرتبط میشه و برنامه مادر برد اصلی رو میده. حالا در این مادر برد اصلی ما کیفیت طلب هستیم، جستجوگر هستیم، از وجود خودمون آگاه هستیم و نرم افزارهای تشخیص و قیاس و ارزیابی و به خاطر وجود مسئله اختیار میبایستی اینا رو هم داشته باشیم. وقتی گفته شد مثلا به این درخت نزدیک نشید، ما هم با بحث تشخیص روبرو شدیم، هم با قیاس، هم با ارزیابی. گفتن اگه اینجوری بشه اونطوری میشه، اگه نمیدونم فلان میشه بمان میشه. ما چیکار کردیم؟ ما کیفیت طلبی کردیم، گفتیم خب این ور زندگی بخور و نمیره، اون ور زندگی پرتلاتومیه. اینا همه نشون میده که بعد چرا پرتلاتومش انتخاب کردیم؟ چون اصلا ماجراجو هستیم. یعنی اینا نرم افزاریه. ببینید اگر در نرم افزار ما ماجراجویی نذارن چطوری ما میتونیم بیایم ماجراجو بشیم؟ نمیشه. باید عاملش موجود باشه، فقط بمونه بحث اکتیو شدن، فعال شدن یا عدم فعال بودنش، ولی هستش، برنامهش هست. خب بحث جستجوگری و همه اینا میبینیم که در واقع اینجا وجود داره. این استعداد ریشه‌ای دوباره خدمتتون عرض کردم که اگر ما رو برای یک برنامه‌های کلی طراحی نمی‌کردن، امکان بروز اون قابلیت‌ها غیر ممکن بوده. یعنی ما نیستیم که خالق اون قابلیت‌ها و استعدادها هستیم، ما طراحش نیستیم، ما کاربرشیم، ما میتونیم کاربریش بکنیم ولی خالقش نیستیم، طراحش نیستیم. ما رو اینطور آفریدند. این منطق پایه رو هم حالا وقتی مادر برد رو میگیم، منطق پایه رو هم باید بگیم. ببینید الان ما این سیستم کامپیوتر داریم که مادر برد داره، خب سیستم عامل داره و مادر برد و همه ماجراها، ولی اصلا چیزی که باعث ایجاد مادر برد شده چی بوده؟ یک منطق پایه، یک منطق پایه، یک بحث انفرماتیکی، یک چیزی که اصولا پایه قضیه منطق پایه
باید باشه تا به دنبالش مادر بورد ایجاد بشه. منطق پایه برای ما میبایستی قبل از این تعریف میشده که ما همچین چیزی میخوایم، بعد بیان میگن خب همچین چیزی به یه همچین مادر بوردی نیاز داره. درست یا درست نیست؟ خب خدا رو شد. بنابراین ببینید حالا بریم تو منطق پایه. در منطق پایه دیگه بس خیلی که حالا هم در نوع خودش شیرینه هم در نوع خودش دوباره پیچیدگی داره. حالا چرا اینا رو میگیم؟ بازی دلیلش اینه که بدون شناخت یک سری مسائل در سایمنتولوژی ما اعتقاد داریم که انسان رو نمیشه برای رفتارش، برای شخصیتش، برای مسائل دیگرش و به اصطلاح ارائه راه و ارائه طریق کرد. وقتی ما یه سری مسائل رو ندونیم صرفا در یک محدوده کوچیک میخوایم ارائه راه بکنیم و این محدوده های کوچیک بسیار موقتیه و کارسازیش هم در یک مقیاس های کوچیکی تجلی پیدا میکنه. بنابراین اگر بخوایم در سطح کلان راجع به انسان و رفتار و شخصیت صحبت بکنیم خیلی چیزاست که باید بدونیم. حالا این عقیده ما و در سایمنتولوژی است. خب نظرات مختلفی چیزای کوتاه مدت رو دنبال میکنه، چه اشکال داره که یک نظری هم بیاد بسال کلان موجودیت انسان رو ببینه؟ کجای کار اشکال پیدا میکنه؟ جانم بفهمد بفهمد بله بله سوال بسیار خوبی است و اینها رو ما باش بیایم البته در دانشگاه تهران در کورس فرادرمانی اونجا یه توضیح در این خصوص دادیم. حالا انشاءالله در دوره فرادرمانی اینجا هم انشاءالله شرکت داشته باشید و در اونجا بازی بحث رو خواهیم داشت. یک مسئله است که ما برنامه ریزی شدیم، حلقه ها، حفاظ ها، تمام اینها به صورت سویچ های بغل هم شما اینجور تصور بکنید بی نهایت سویچه ولی سویچ ها آفه. یا من گفتم امروز دوستان برنامه بیارن که اکولایزری رو به اصطلاح به نمایش بذاره که من بتونم یه سری از مسائل ژن و اینها رو از طریق اون نمایش بدم، ولی حالا رسیدیم اونجا من توضیح رو میدم. اما مختصر برای اینکه سوال شما بدون پاسخ باقی نمونه اینه که ما تمام قابلیت ها از قبل طراحی شده. یعنی اگر این حفاظ طراحی نمی شد، اگر حلقه طراحی نمی شد، ما اصلا امکان برداریم اونو در حال حاضر نداشتیم. اینها تعریف شده ولی کن اکتیو نیست. مثلا شما سنسور فرازهنی در مورد ما تعریف شده، همه انسان ها قابلیت دریافت دارن ولی اکتیو نیست. اون کاری که شما تجربهشو کردید و دارید الان شاهدش هستید و یا ما دنبال میکنیم در بحث خلاقیت و پرورش خلاقیت و اینها رو مخصوصا در مورد کودکان، مگه ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم یک کودک رو بذاریمش در معرض، شما دارید آزمایش میکنید الان دیگه، ما یک کودک رو میذاریمش در معرض اکتیو شدن، فعال شدن سنسورهای فرازهنیش، سنسورهای ذهنیش. الان شما میدونید چه تجربه کردید در مورد خواب؟ سنسور ذهنی شماست که در خواب اکتیوه، سنسور فیزیکی خوابیده، آستانه درک فیزیکی خب خوابیده، آستانه درک ذهنی فعاله. حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ سویچ های رو و به اصطلاح چیزای مثل اکولایزر داریم تنظیمای میکنیم، یه کارایی میکنیم که اون برنامه پسیو و غیر فعال وجود شما داره اکتیو بشه، اکتیو میشه. یا در مورد کودک ما این کارو داریم میکنیم، یعنی ما چیزی خلق نمی کنیم. این یک اصله، انسان چیزی رو خلق نمی کنه، انسان داره
مثل میمونه که ما یک بازم یک گوشی همراه میگیریم، روز اول یه مقدار کاراشو بلدیم، هر روز باش برمیریم تا تمام چیزاش رو برنامه هاش رو یاد بگیریم، به مرور بتونیم ازش استفاده کنیم. همون روز اول همه برنامه هاش رو شاید ما نتونیم ازش استفاده بکنیم، درسته؟ بنابراین ما وجودی هستیم که قبلا مهندسی شده، به مهندسی جدیدی نیاز نداره. کاری که مهندس خلقت کرده نقصی نداشته که ما بخوام بیام کاملش کنیم. دقت می‌فرمایید؟ من این یه تیکه رو توضیحشون بالا بعداً میرسیم سر این مسئله، ولی این چون اصل مهمیه و دوستان بدونن، یه لحظه من این بحثمو تکمیل بکنم. بنابراین اگر یک حفاظی میاد تو کار، میگه کسی نیست مگر بر او حفاظ گذاشته شده باشه، این آیه است. خب لذا ما با اینها متولد شدیم، ما با اینها طراحی شدیم، ما با اینها پا به عرصه دنیا گذاشتیم. انسان پا به عرصه دنیا گذاشته، اینها را داره، داشته، خیلی امکانات رو داشته، ولی چند درصدش فعال بوده؟ خیلی کم. حالا هر کدوم از اینا هم فعال بشه، بخشی از مغز، سنسور مغز باید اونو ترجمه کنه، اونم فعال میشه. الان ما از چند درصد امکان مغزمون استفاده میکنیم؟ بگیرم. بله درسته. ببینید، یک عامل اکتیو کننده میخواد، یک راکتور میخواد، یک عامل اکتیو کننده میخواد، یک کاتالیزور میخواد. حالا یک کسی توی یک کوهستانی یه عاملی باعث شده یک سویچش از آب بودن آن بشه، حالا در یک چیزی قرار گرفته، نه سواد داره نه هیچی نداره، ولی مثلا فرض کن شعر میگه، مثلا میگم یک کسی نمیدونم در یه جایی، یک عده‌ای هم به صورتی کلاسیک دارن این قضیه رو دنبال میکنن، انحصاری که نیست که. اگر اینکه پس ما قبل از که الان مثلا ما یه کنیا تو دوره دو هست، یا توی یعنی دشته مثلا مهندسی میشه، یا هر چیزی توی چشمون میشه، یا از دوره هشت مثلا دوره اشتراک جمعیه شروع میکنه و دهت به دادم، یعنی مثلا یه جنه توی برای اشتراک یا توی ببینید الان مسائل یه خود قاطی شد. ببینید یک جایی بحث اینه که خب حالا مثلا این کار انجام میشه، در یک صورتی ادای قضیه است، مثل یه بچه‌م به شما نگاه میکنه، یه کاری میکنه، آیا داره اون کار انجام میشه یا نه، یک ماجرا است. یک بحث حفاظت قضیه است. حالا ما میگیم این کارو انجام میدیم، ولی کن در معرض مسائل قرار میگیریم. دقت بفرمایید. و یکی این که بحث ادا در آوردن با اکتیو شدن چند تا مسئله به اصطلاح مختلف رو داره. به هر حال ما نقش کاتالیزور رو بازی میکنیم، دقت فرمودین، و اصولا هر عاملی که پیاده شده رو زمین یک انسان کاتالیزورش بوده، اینم یک اصله. بنابراین مسئله اینی که ما الان مثل اونه که شما مثلا فرض کنید که در مورد آن کردن سویچ های خواب افراد که مثلا فرض کنید در این جلسه انجام، در جلسه قبل انجام دادیم و دنبال کردیم، یکی بخواد بیاد وارد این قضیه بشه. ببینید یک شناختایی لازمه، اشتباه این کار انجام نشه، چون بعضی سویچ ها در واقع این تمایل به مثبت، تمایل به منفی، همون مثال زدم براتون قبلا، رفتن تو سایت، تو سایت ممکنه رفع شما این سایت رو باز کنید، بعد بخورید به یک مطالب 100% منفی،
و وقت گیر، حداقل ضررش این باشه که وقتتون رو بگیره. ممکنه بره توی بخش مثبت. بنابراین یک مسئله داره که یک کاتالیزوری که داره دقیقا تعیین میکنه که کجا میخوایم بریم، با یک مسئله که یک کسی بیاد به طور اتفاقی بگه که خب منم میرم ازشون تقلید میکنم، منم میگم که ذهن اشتراکی، این خیلی تفاوت میکنه، خیلی فرق میکنه. به این صورت ها نیست. و اگر اجازه بدین من تو بحث سویچینگ و تو بحث هایی که البته قبلا در کورس دانشگاه تهران در بحث سویچینگ اونجا خدمتون مطلب عرضه شده، این آف و آن کردن سویچ ها کار حساسی است، کار ظریفی است و نباید اینجوری عجله با عجله بریم توش بگیم خب اگه اینجوری خب یلا همه رو چیز کنیم. این اینجوری نیست اصلا. و حالا کسانی که شتاب زده تجربه کردن، خب شما آمارهایی رو دارید که به چه نحوی مشکلات پیش اومده، به چه نحوی سقوط کردن، به چه نحوی اصلا از راه به بیراه رفتن و خیلی مشکلات براشون پیش اومده. حداقل اینه که از مسیر اصلیشون دور شدن. الان دارن حرفای میزنن در حد توهم. حرفای میزنن که خب اینا به خاطر اینکه یه سوچه دیگه آن شده و واقعا خودشون فکر میکنن که درست دارن میگن. مثلا اینه، ما هر بارم که مثلا بهشون میگه بیا بگو، بیا جلو جمع بگو، میگه نه به من گفتن نگو. ببینید به من گفتن که نه نگو، این فقط برای خودته، تو چون مثلا فلانی خیلی مقامت بالاست، ما اینو منحصرا به تو دادیم، تو دیگه نباید به هیچ جا بگی، هیچ جا نباید صحبتش بکنی. خب این مسائل، اینا جز ساید افکت ها و آرزه های اون حرکت های خودسرانه است، اون چیزایی است که ما داریم خودمون اینو میگیم. ما اگر نمیخواستیم که افراد بیان و اکتیویشن و دنبال بکنن، نمیدونم چقدر بهتون فشار میاریم که بیاید نمیدونم ارتباط بگیرید و نمیدونم چیکار بکنید و اون مسائل، مگه خودمون فشار نمیاریم بهتون؟ ولی با اصولش، نه اینی که به اصطلاح غیر اصولی حرکت بشه و معضلات ایجاد بشه. یه سوالی من اینو جواب بدم بعد در قبال سوالام چیزم هست که از دور خارج نشیم و زمان رو نگه داریم. آیا اگر قابلیت ما از ابتدا در وجود ما بوده، پس ژن اینجا چی کار است؟ چون ژن فقط در این مرحله اکوسیستم می باشد. خب جوابش اینه که اگه قابلیت‌ها و استعدادها در مورد ما تعریف نشده باشه، خب یا در مورد هر عاملی تعریف نشده باشه، اصلا بروزش امکان پذیر نیست و تا رفتاری سر نزنه امکان ذخیرش در ژن نیست. دقت می‌فرمایید؟ چون در واقع ژن داره میگه که به اصطلاح اصلا باید ژن رو ما به دو بخش تقسیم میکنیم، یه بخش سخت افزاری، بخش نرم افزاری. بخش سخت افزاریش همون قانون مندله، مثلا به عنوان نمونه اگر پدر و مادری نباشند، آیا فرزندی هست که ما ببینیم رنگ چشمش چی میشه؟ جوابتون این از این مسئله. و حالا بقیه قسمتاش هم با استدلال‌های مشابهی فهم می‌خوریم، می‌بینیم که اگر رفتار نباشه، اصلا این رفتاره نمیره که بخواد. فرض کنید ما ژن در مورد اعتیاد ژن داریم، یعنی یه سویچ، نه تنها در مورد اعتیاد، از روز اول داشتیم. چرا؟ چون به این اصل برمی‌خورده. ما در مورد همه اینها در اون برنامه‌ها، چه در ژن در مورد تمام اینها سویچ داریم تو ژن. البته این سویچ‌ها شیمیاییه، خب سویچ داریم، آف شدن و آن شدن و این اکتیو شدن و همه ماجراهاش اینه. همه یعنی در واقع در روز اول امکان معتاد شدن رو در ما گذاشتند که ما الان میتونیم معتاد بشیم. قبول دارید یا ندارید؟ اگه امکان این قابلیت رو در ما نمیگذاشتن که ما معتاد بشیم، که الان نمیتونستیم که این قضیه رو داشته باشیم. لذا یک موش هم این مسئله درش تعریف شده، بیاد بهش یک انرژی سهل آسون بدید، بعد از این مدتی معتاد اون انرژی میشه، دیگه از انرژی دیگه از نمیدونم خوردن پنیر سر باز میزنه. خب بنابراین باید اینا تعریف شده باشه. بعد در واقع ژن که
نقش یه جاش نقش بایگانیه، در یک بخش دیگری نقش مچ کردن در واقع خصوصیات فیزیکی و چیای نسل گذشته است. اینا رو با هم مچ میکنه که اگه این رنگ چشمش اینه اون اینجوریه، اینو چجوری طبق چه قاعده ما فرزندشون رو به اصطلاح طراحی بکنیم. یه بخشش سخت افزاره، در واقع طراحی سخت افزاریه، تیپای سخت افزاری، تب سخت افزاری میرسیم تو بحثامون، مثل تیپای دموی، صفراوی، سوداوی، بلغمی، اینا رو در واقع طراحی سخت افزاریه. یک بخش هم طراحی نرم افزاریه، مثلا فرض کن ژن اعتیاد، خب یک عامل درونی و ذهنی و ماجرای درونیش، ولی اونجا آثار سوء سابقهش یا در یه جایی حسن سابقه، مثل طول عمر، اینا رو همه رو ثبت و ضبط میکنه. پس اول باید یک چیزهایی باشه که به دنبال اون برنامه ها بتونه وجود داشته باشه. اون محبت شماست، اون لطف شماست که از بریم. خیلی ممنون، لطف بیش از حد شماست. خیلی شاید اسم اعتیاد رو نشه روش گذاشت، فقط محبت، و اون وجود شماست که سرشار از این محبت و واقعا عنایت خاصه. جانم بله، اونجا که گفته شد که همه اسما رو آموخت، خب تمام این سویچاش باید آن بشه، یعنی بالقوه بود، بالقوه داده، حالا باید به بالفعل تبدیل بشه، و همین ماجراست دیگه، طی مراحل مختلفی میره که حالا نه همش در این بخشش در این زندگی، بعد ادامه قضیه اون سویچ ها در واقع روشن بشه و فعال بشه، و در نهایت که متوجه میشیم که همین چیزایی رو که به ما بخشید در یه جایی میبینیم که همش فعال شده، اکتیو شده، و واقعیتش اینه که همه اون علمش رو به ما بخشیده. خب که بعدش میگه حالا با منید یا بی منید، حالا که همه رو بهتون دادم، خب حالا با منید یا بی منید، اون ماجرا اتفاق میفته. بله، در واقع همین مسئله است. ببینید، یک مسئله هست که همه انسان هایی که طالب باشند، مشتاق باشند، باید بالاخره در یه جایی یک اتفاقاتی بیفته، و حالا ما نمیتونیم خیلی در قبال این مسئله توضیح بدیم. حالا شما محبت دارید و میفرمایید که حالا وجود همچین کلاسی هست و ما اومدیم در جریان قرار میگیریم، اونهایی که از وجود همچین کلاسی خبر ندارن چی؟ خیلی از وجود این کلاس خبر دارن، در حاشیه ما کاری جز چوب لای چرخ گذاشتن ندارن. اونا رو چی بگیم بهشون؟ بنابراین نه تنها نمیخوان که در بحث و مناظره قرار بگیرن، بلکه در واقع لحظه ای غافل نیستن که به نوعی لطمه بزنن و چوبی لای چرخ بزنن. بنابراین این مسئله به این صورت نیست که حالا وجود اینجا یا وجود در جای دیگه. در خیلی جا هم ممکنه کسی واقعا اونقدر مشتاق باشه که دریافت بکنه. خب حالا خدا رو شکر که به هر حال دور هم جمع هستیم و فرصتی است که به این مطالب جدی خودمون برسیم، بپردازیم. خب این که شما می‌فرمایید که ما خواهیم یه برنامه‌های دیگه داریم،
بله، یعنی اشکالی که نسل قبلی داشته نسل نداشته باشه دیگه. بله، ببینید یکی از مسائل عمده که دنبال میکنیم و تا اینجا این منظور رو اتفاقا رسوندیم، گفتیم که مثلا فرض کنید یه زایه ژنتیک منفی الان رو دست نسلی مونده، از نظر ما میشه این پاک بشه یا نمیشه؟ خب شما تجربه شما در اینو میگه. مثلا حالا در خیلی از موارد در واقع مشکلات اینا ارثی از نسل قبلی به این نسل رسیده، بیماری جسمی، روانی، ذهنی، خیلی از این ماجراها، شما میتونید متوقفش کنید یا نه؟ خب تکلیف نسل بعدی چی میشه با این حساب؟ اگر شما متوقفش کنید نسل بعدی، خب مسلما یک نرم افزار سالمی تعبیر میگیرن و این اصلا اساس تفکر ماست، مخصوصا در سایمنتولوژی. حالا در فرادرمانی هم که شما این قضیه رو دنبال کردید دیگه، وقتی که یک تئوری داریم که رد نقش ژن در عدم درمان، شما با این تئوری آشنا هستید، چه به صورت نظری و چه به صورت عملی آشنا هستید. مخصوصا از نظر عملی چند نفر از شما در واقع این مسئله رو تئوری رو تست کردید، دیدید که مشکل ارثی و اینها رو تونستید حل کنید؟ دست رو بلند کنید. خب ببینید، بنابراین در واقع مسئله ژن صدور محکومیت برای انسان نیست، بلکه ما میتونیم حالا با این تئوریا، با این نظریه ها، یعنی ما چیزی رو که میخوایم در واقع به جا بگذاریم و پایه گذاری بکنیم و به عنوان یک کادو برای نسل بعدی باشه، همینه، همین مسئله است که به ما گفته بودن شما محکومید. حالا ما پذیرفته بودیم یا پذیرفتیم یا الان همین نسل پذیرفته، ولی ما میخوایم بیایم بگیم که نه، مسئله نرم افزاری انسان تغییر پذیره. همین آزمایشی که شما جلسه قبل انجام دادید و امروز از امروز انجام خواهید داد، دقیقا میخواد آمارش ثابت بکنه که ما محکوم نیستیم و برنامه نرم افزاری ما قابل تغییره. انشاءالله تا پایان این دوره با آمارها و ارقامی که در خصوص چندین کیس مختلف و همش هم نرم افزاری، این موضوع برامون کاملا به اثبات میرسه. البته شما از کردم خدمتون انجام دادید همه مراحل و همه مسائل رو تجربه کردید، ولی از نظر آماری هم این مسئله رو انشاءالله نتیجه خواهیم گرفت. پس آشنا شدیم که باید در پشت اون مادر بورد هم یک چارچوب لاجیک و منطق باشه که بر اساس اون برنامه مادر بورد اصلی نوشته بشه، یعنی که از این سیستم ما چی میخواییم، قراره چه کاری انجام بده که بعد بر اساس اون مادر بوردش طراحی بشه. حالا فطرت برای ما طراحی شده. در مورد مسئله ژن من میخوام بازم بعدها بعدن مفصلتر صحبت بکنیم، ولی همجور تیکه تیکه میگم که شما هم فرصت داشته باشین در خصوصش هم فکر بکنید، هم طرح سوال بکنید، هم به همه جور خلاصه میتونید تحقیق بکنید، چون مسئله خیلی مهمیه، مخصوصا اینکه خب در واقع علم رایج و شاید مثلا روانشناسیمون خیلی بحث ژن و مسئله ژنتیک رو خیلی 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 مهم میدونه، که البته هست، ولی به هر حال ما میخوایم به مقدار بیشتر روی این مسئله بررسی داشته باشیم. در خصوص نرم ابزار روح که توضیح دادم خدمتتون، حالا این سیستمی رو که طراحی شده، مادر بورد روش گذاشته شده، با میبایستی یک جهتنمای کلی براش در نظر میگرفتن، یک قطنما، یک جهتنما، یک کلی میبایستی براش در نظر بگیرن، بگن که ما اینو میفرستیمش و این باید در مسیرش استیبیلیتی داشته باشه، مثل یه هواپیما که سکان داره و در واقع اون مسیرشو بهش یک ایستایی و استیبیلیتی میده. ما به یه همچین سکانی نیاز داشتیم و این سکان رو برامون تعبیه کردن که برامون در نظر گرفتن که جهت ربط رو نشون بده.
و حالا خیلی از مسائل ما در بخش‌های مختلف یا مراحل مختلف زندگی به واسطه همون جهت نمایی است که اینجا انجام میشه و صورت میگیره. بقیه قسمت ها رو که خدمتتون باز توضیح دادم قبلا، اگر در خصوصشون اپاماتی بود دوستان حالا سر فرصت به سوالات جواب میدیم. موضوع مهم بحث اینجا بحث بنیاده که بنیاد در ادامه صحبت هامون میگیم که چند تا طبع نرم افزاری رو به ما انتقال میده. طبع نرم افزاری با طبع سخت افزاری فرق میکنه. طبع سخت افزاری رو ژن دنبال میکنه و همون فرم و شکل و قیافه ماست، همون قوانین مندل و اینا. ولی طبع نرم افزاری عملکردهای درونی ماست که از ظاهر ما چیزی رو نشون نمیده. پس فرق طبع سخت افزاری و نرم افزاری در چیه؟ در اینه که طبع سخت افزاری ارثی است ولی طبع نرم افزاری ارثی نیست. در یک خانواده چند تا فرزند با هم شباهت دارن، یعنی سخت افزاری از همدیگه با نسل گذشته وجه مشترک دارن، ولی از نظر فکری و درونی با هم چی هم؟ فرق دارن. این اختلاف از کجا اومده؟ از بنیاد، نهاد هم اشتراک، یعنی همه به اصطلاح اون فرض کنید انحصار طلبی رو دارن، ولی بنیاده که این اختلاف رو ایجاد میکنه. منتها مسائل نهاد از بنیاد عبور میکنه، مسائل ژن از بنیاد عبور میکنه. بنیاد اونو یه شدت و ضعف کوچیکی بهش میده. خب چون به زنگ تفریمون نزدیک شدیم، یکی دو دقیقه فرصت هست. بعدن علت این مسئله رو متوجه میشین که چرا بنیاد یک تنظیم شدت و ضعفی رو روی مسائل به اصطلاح نرم افزاری ژن و به اصطلاح نهاد ایجاد میکنه. علتش رو بعد از اینه که بنیاد رو مورد ارزیابی و شنا قرار دادیم پیدا میشه. خب دوستان خیلی ممنون، متشکرم. دست در نکنید، سپاسگزاریم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، سپاسگزاریم.